سلام و صبح بخیر خدمت تمامی هموطنهای خوب و نازنینم و فارسی زبانهای عزیز. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش در پناه خداوند یکتا بوده باشید. صبح زیبایتان بخیر. دوباره امروز دوباره در خدمت شما هستم با یک داستانی از زن افغان، از خواهر ما و یک دختر افغان. پیش از اینکه داستان رو بگویم، امروز میخواییم از شما تشکری بکنم به خاطر کامنت های زیبای شما و تشکری بکنم به خاطر پیام های زیبای شما در اینستاگرام. تشکری میکنم در فیسبوک بسیار پیام های زیبا آمده بود و در اینستاگرام و همچنین در کامنت ها. خواهرای عزیز و نازنین و برادرای محترم من، چه وطندارای خود من و چه فارسی زبان، تشکری میکنم از کلتان. جهان سپاس، ممنونتان هستم که تا اینجا با ما بودید و ویدیوها را دنبال کردید، داستانها را لایک کردید، فالو کردید. تشکری میکنم. داستانهایی که قصه میکنم، داستانهایی که در دست من میرسه، یک داستانهایی گذشته، سرگذشتی دخترای افغان است. دخترای افغان است، به یک زبان بگوییم دخترای افغان در سراسر دنیا کسایی که هستند بسیار گذشته تاریکی داشتن خیلی هایشان. البته خدا را شکر کم و بیش در بین اینا دخترایی هستند که هیچ نه زحمت دیدن و نه ظلم دیدن. من خوشحال هستم، خوشحال هستم برای او پدرایی، برای او شوهرایی که نه زن آزار دادن و نه دخترشان را و نه خواهرشان را. تشکر میکنم از اونا. اگر رفتن جنت، من درباره بهشت که نمیفهمم، بهشت بر این جایش، اگر زنده هستن خداوند برشان عمر طولانی بده. برای چی امروز دعا کردم؟ به خاطری که زنای افغانستان زیاد مظلوم هستن، زنای افغانستان بدفاع هستن، زنای افغانستان مثل من و تو بی کس هستن. کس دارن ولی بی کس هستن، پدر دارن ولی بی پدر هستن، مادر دارن ولی یتیم هستن، برادر دارن ولی بی برادر هستن. چون هیچ وقتی کسی از دخترای افغان دفاع نکرده، هیچ وقتی کسی هیچ برادری استاد نشده. البته ای را هیچ میگم چون هیچ برادری استاد نشده. بسیار کم اگر برادری دنبال خواهرش رفته یا استاد شده که چرا خواهر مرا آزار میتی، بعدن آمده برای خواهرش گفته مشکل از تو هسته، تو یک زن هستی، تو یک دختر هستی، تو یک مادر هستی، تو نباید صدا بلند کنی. در کشوری به نام افغانستان جای نداره زن و دختر. در کشوری به نام افغانستان زن و دختر هیچ بهایی برش داده نشده. در کشوری به نام افغانستان که امروز بیداد میکنه در تمام جهان، اگر کسی بپرسه آیا کدام کشور زن ستیزترین مردا را داره، شاید از افریقایی باشه بگوی افغانستان، ترک باشه بگوی افغانستان، ایرانی باشه بگوی افغانستان، امریکایی باشه بگوی افغانستان، اروپایی باشه بگوی افغانستان. چون افغانستان مردای افغانستان دور از چند تا خوبایش باشه، در زن ستیزی نام کشی کردن، یعنی نام کشیدن. بعد از اینکه دخترها را در زمانهای به گفته خود مسلمان ها پیش از اسلام دخترها را زنده به گور می کردن، همو زنده به گور کردن، حال در کشور ما رسم و رواج شده. خب به خاطر بردگیشان زنده به گور نمی کنن، ولی زنده زنده اینا را در می تن. در خانه ها هستن، بچه داری می کنن، خانه داری می کنن، زحمت میکشه، برده هستن، ولی اجازه ای را نداره که برای خودش چیزی را که دوست داره بکنه. مثال دوست داره امروز با دوستاش برو بیرون، یک زن افغانی را اجازه نداره. باید اگر شوی داشته باشه از شوی اجازه بگیره، بعد از خسور اجازه بگیره، از مادر شوهرش یا مخوشویش اجازه بگیره و حتی ننوهایش هم در این دخیل هستن. زن افغان نمیتونه برای خود لباسی که دلش میخواد انتخاب کنه.
چون او لباس را باید شوهر انتخاب کنم، رنگ او را باید قابل قبول خانواده باشم. اگر امروز در جهان نام افغانستان بد شده که در این کشور کشوری به نام افغانستان امروز شده کشور ترورستان، ولی سالها پیشی زن ستیزی یا مرد سالاری در افغانستان بودن. حتی اینمی کاری که اینا با دخترها میکنه در کشورهای عربی نیست، امو پایگاه اسلام از کشورهای عربی است، از امو عربستان سعودی. ولی امروز در عربستان سعودی اگر زن در خانه هست، سه تا زن در سرش میگیره، هر کدام او زنها از خود خانه دارن. تا حالا در عربستان من نشنیدیم دمی امریکا که هستم از یک عرب که چهار تا زن هم مثل گوسفند در یک خانه کرده باشم، کچالوی اینا بر از اینا سعی نرسم. ای تنها در افغانستان رسم است، میگه زن بگی گوش نبود، لوچ بود، هرچی بود، در قصهش نشو مقصد زن بگی. پیرمردی که دندان ددانش نداره، یک عمر اولادایش خرج نداده، زنش خرج نداده، پیر هستن، کم پیر هستن، فرسوده، یک بوزینه، یک آدمی که از یک بلندی بغلته شش رقم استخوانش از وسط درز یا همون ترک برمیداره، ولی اونو میره دختر 13-14 ساله را با همون پولایی که زن خرج نکرده، بچه، دختر، آروس، نواسه، هیچ کس خیر ندیده، با همون پولا میره بهترین دختر را میگیرم. وای به حال او پدری که دختری نوجوان و مقبول و زیبایش را میفروشه بر ازی بر او پول. او چطور از گلوی او پدر پایین میره؟ وای به حال او برادری که او پول سله میخره بر خود، چپن ابریشمی میخره بر خود، لباس همچنانی میخره و پیش هر کس و ناکس پوفم میکنه، رستوران ها میره سرش بالا میگیره، کلگی میفهمه که خوارش سودا کرده. اینا بی غیرت ترین مرد هستند در روی زمین که من تا حال دیدم. به خدا اون مردم نیپال دیدم، نیپال بسیار یک کشور فقیر است. سومالیا را دیدم، یک کشوری است که تمام سال جنگ است، ولی قدر زن ستیزی و قدر نامردی که در افغانستان است امروز در هیچ جای دنیا نیست. ببینین 3 سال زیادتر است مکتبای افغانستان بسته است، یک مرد یا یک امو خر نر یا یک نرخر استاد نمیشه خودش آتش بزنه در جلوی طالبا که چرا مکتب باز نمیکنی؟ چون اونا خوش هستن، خوش هستن، میگه خوبا خوب شد. اینا نمیتونیم، اگر قبلا میتونستیم سه تا زن بگیریم، ده تا در تجاوز بکنیم، یا میتونیم ده تا زن بگیریم، 40-50 دیگر هم میتونیم تجاوز کنیم، به زور بگیریم و در خانه هایش درآییم. خداوند بزرگ است، خداوند خیلی عادل است. امروز اگر مکتبا در روی دخترهای افغانستان بنده است، فردایم هست. شما دیده بورین یکی از اروپا دپورت میشین، پس میرین دمو جنگل به نام افغانستان میدرایین، از امریکا دپورت میشین میرین در همون جنگل میدرایین، از ایران دپورت میشین که خودتان میگین کمترین پول ارزش پول در کجاست؟ در ایران. کدام پاسپورت غیر از افغانستان بی ارزش است؟ ایران. شما از ایران هر روز دپورت میشین میرین در کجا؟ در افغانستان. بخاطر چی هستم؟ با خودتان فکر کردین چرا قدر بی ارزش شدین مردای افغان؟ با خودتان فکر کردین چرا قدر مقامتان پایان آمده؟ شما 40 سال پیش برای خودتان هر کس کسی بودیم. برای چی مردم دنیا قدر با شما بدرویه میکنه؟ به خاطر همو زنها هست. به خاطر همو زنهای 40 سال پیش است که تو زنده به گور کرده، 20 سال پیش است که تو زنده به گور کرده و تو کاری کرده کسی نفهمیده. ولی خداوند عادل است، تو خبر داره که تو چی کرده. ای که تو بوری خود لوچ کنی با قمه بزنی در سر صورتت که حسین علی علی نواسه پیغمبر کشته شده، خداوند از او بالا میبینه که سر تا پای تو تمام رگ و خون تو مردار است. تو چه خیال کرده؟ شما یک عمر مردم خودت بازی دادین،
دل و جگر تو سیاه هست، قدر مردار هستی دختر 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله، 15 ساله از دست تو روز ندیدم. هر طرف دور خورده زدی که تو دختری، برو خانه دختری، دختر نمیتونه در کوچه بازی کنه. میگه تو دختری؟ خب میترسه یک پیرمرد 60 ساله از همسایش در سر دختر 4 ساله تجاوز کنه. نه، مگه نکردم؟ چو به خدا صدا ندارم، اگه زد دوا ندارم. فرخنده را کشتین، قاتلای فرخنده زیادترینشان اروپا رفتن، حالا شاید کمترینشان امریکا آمده باشن. یعنی میگین که هیچ، هر سنگی که در سر فرخنده زدی تو دمی دنیا مجازات میشی. خدایی هست؟ رمضان خود بکش، بگو من روزه دارم. خود بکش نخو پیتر بتی، بگو من پیتر روزه میتم. ولی او بالا استا کریم قدر عادل است که میفهمه، ده تو میخنده، میگه بنده عاجز من بکن. من که میفهمم تو چی، تو انسان هستی، تو انسان نیستی. ولی شما هایی را نمیفهمید. من بار براتان گفتم ظلم نکنین، ظلم نکنین، آدم شوین. مگه آدم شدن چقدر سخت است؟ من امروز داستانی زنی را قصه میکنم براتان که 63 سال عمر داره و در اروپا خود رسانده. ببینید از این داستان ها من بسیار دارم، شاید خیلی ها شباهت به هم دیگه دارن. داستانی خود نشر کرده، من بسیار پیام ها گرفتم، خواهر سارا چقدر شبیه هم هستیم، خواهر سارا چقدر شبیه داستانی من است، انگار که تو داستانی من رو میگی. داستانی رم که امروز من نشر میکنم شاید زیادترینتان حس کنید، احساس کنید که داستانی تو است، داستانی تو است و این داستانی من است. وای، یکی بوده چقدر ما شبیه هم هستیم، به خاطر که در کشوری که ما زندگی کردیم مردایشان شبیه هم بودن، جانورایی بودن در پوست انسان، فقط دوم نداشتن و شاخ. من ترسم از خداوند است، از شما ترس ندارم. که بعضی هایتان بعضی وقتا در کامنت نوشته میکنین این مسلمان نیست، این مسلمان. پیش از اینکه تو مسلمان باشی مردک، باید انسان باشی. اگر تو انسان نباشی، اون مسلمان بودن تو به درد امید میخوره یا به درد ننید. شما میفهمین، متوجه هستین که دان مرا نمیتونین بسته کنین. من حقیقتا رو میگم، در این روزا بسیار در کشورهای اسلامی مثل افغانستان، ایران و پاکستان که هزاره های ما هستن، شیعه ها، و همچنین در انگلستان و در اروپا بسیار مردم در سر و سینهش میزنه نواسه پیغمبر کشته شده. سالها پیش نواسه پیغمبر کشته شده. من احترام دارم در همه دینا، من حتی در بیدینا احترام دارم، بر من فرق نمی کنم. ولی شما خبر دارین که در دشت برچی، در آبشار کابل چند سال پیش همه اتفاق افتاده و در شهر کابل جنبش روشنایی همه اتفاق افتاده؟ منظورم همی شیعه ها هست، در کس دیگه کار ندارم. آیا یک روز شما در نظر گرفتین که بیاین برای جنبش روشنایی امروز قمه میزنیم؟ امروز سینه میزنیم؟ امروز خود ما را لوچ میکنیم، در سر سینه ما میزنیم؟ که آیا اون نفرایی که اونجا کشته شدن اونا کمتر است؟ من کار ندارم، تا می بیگار غرق خرافات باشین من کار ندارم، ولی دلم به حال او کشته شدگانی می سازم. او به گفته شما، او شهدایی که نامزاد داشتن رفتن زیر خاک، خواهر داشتن، مادری داشتن، شوا تا صبح خواه نکرد، بچه جوانم از دست دادم و هیچ کسی برای او، حتی 20 سال برای کسی برای او در سر سینهش نزد. او را کی کشت؟ خو اگر نواسه پیغمبر در کربلا تنها ماند و جنگید برای چی بود؟ کلتان میفهمین.
میگه خداوند برای نوازه پیغمبر گفت برو در کربلا جنگ کو چون یزید کافر هستن. و همی طالبار خداوند برش گفته بیا برو هزاره ها رو بکش چون هزاره ها کافر هستن. چرا برای هزاره ها عزاداری نمیکنین؟ چرا برای او زنایی که در کابل کشته شدن، در سینه هایشان آویزان شدن، سینه هایشان بریده شدن، چرا برای از او عزاداری نمیکنین؟ بعد اون وقت میایین میگین که ماه محرم است، تو چرا آرایش کردی؟ ماه محرم است، ماه رمضان است، برای من هیچ فرق نمی کنم. من اینجا آمدم برای تو بگویم خواهر من، برادر من، گوشای تا باز کو. من گفتم درباره مردم اول که در افغانستان زن دختر در افغانستان ارزش نداره. کشوری که زن دو جایی نداشته باشه، دختر دو جایی نداشته باشه، او پابرجا نمیمانه. بالاخره یک کسی، یک نری پیدا میشه که خونش به جوش میایه، او پابرجا نمیمانه. که او دین او را برپا کرده باشه، هر آینی باشه، او سرنگون میشه. اگر نشود بعدن بگوین که سارا تو دروغ گفته بودی. ببین دین چقدر ماکم است. امروز طالبای تروریست خود دیندارترین مردم دنیا انتخاب کردن، نام مانده برای خود، که روزی که جنگ حماس شروع شده بود دختر فلسطینی گفته بود طالب کجا هست بیا ما رو کمک کن. طالبی که چرا که ششوشته نمیتونه نان نداره بخوره، اگه امریکا براش پول نده او میمورن از گشنگی. به خدا لاشایشان اینا تو مندازه سرگاه میمانه کلتان میفهمین. ولی از فلسطین دخترک گفته بود طالب کجا هست بیا ما رو کمک کن. یعنی حساب کنین دیندارترین تروریست دنیا امروز در افغانستان است. شما باز در سر کله تان بزنین که ما مسلمان هستیم و ما شیعه هستیم و ما سنی هستیم و ما یک یک دیگه تان ادو بزنین و هزاره است و ای تاجیک است و پشتون است و ترکمن است و ازبک است و کجا هستین؟ هوشیار شوین. با زنتان رویه خوب کنین، با دخترتان رویه خوب کنین، با خواهرت است و نگو تو دانی دروازه نبیا اگر دوست ما آمد. چرا نمیخوای دوست تو خواهر تو رو ببینه؟ برای که او دوست تو خراب است مثل خود تو. چون تو در خانه او میری چشمت در خواهر او میمانه و میترسی که اون بیاید چشمش در خواهر تو بانه. خودتان رو پاک کنین، پاک کنین مردای افغان، و اگر نه آدم شدنتان بسیار سخت هستن، سعی بکنین روشن باشین. خواهر کسی دیگه خواهر تو باشه، مادر کسی دیگه مادر تو باشه. من دلم درد میکنه ولی از شما هیچ گیله ای ندارم. شما افغان هستین، من از شما هیچ گیله ای ندارم. شما افغان هستین، افغان خود نشان داده امروز در دنیا، در دنیا نشان داده. ای که تو دو بزنی دو نزنی، بد بگویی مرا، هرچی بگویی، تو رو همه میشناسن. شش تا ایرانی که میاد در من کامنت میکنه میشناسن تو رو، شش تا تاجیکستانی که میاد در کامنت میکنه تو رو میشناسن. تو که اونم اونجا نوشته کنی او میفهمی او طرف تو رو اینجا دو نمیزنه، چون اگر دو زد دو دو میشه، تو رو دو میزنی تو رو. او پشت سرت میفهمی چی میگم. میگه برو گپ نزن افغانی، گپ نزن اوغان. شما خدا در دنیا نشان دادین، بیاین آدم شوین. به خدا سخت نیست ای انسان بودن، تربیه خریدنی نیست، یا انسان بودن خریدنی نیست. تو میتونی خود آدم کنی. من یک دختری بودم که اگر میماندن من درس میخواندم، میماندن که من در او چیزی که میخواستم برسم، من امروز مثل صدها زنی که امروز در امریکا بالاترین مقام داره، من امروز در افغانستان اون مقام میداشتم. چون مرا نماندن، گفت تو دختر هستی. 13 ساله مرا دشوی دادن. بعد یک دیوانه ای که نان خوردنش یاد نداشت. ویدیوهای مرا دیده برا مردک، من میفهمم که میبینی و او میشی. در یک دیوانه مرا دشوی دادم.
دیوانه ای که به خدا پایشوشتنش یاد نداشت. این امروز صبح زود است، بسیار زود است. من اینجا هستم. من لگنده میموندم، پای از زیر تر میکردم در داخل لگند یاوی گرم با صابون و سنگ پای پایش قشی میکردم. مادرش خنده میکرد، میگفت از اوی که زن تا گرفته تو پایت سفید سفید شده. مادرش مرده رفته ولی خودش یادش هست، یک خواهری که کلان کرده بودم یادش هست. ولی آدم نشد، هر کاری که کردم زاری کردم، گریه کردم، گپ زدم، دیگه کردم، نشد. چون یک افغان بود. من از پیش یک دیوانه گریختم. من سواد در ایران پشت گهواره هم بچه را گهواره بچه را شور می دادم. این افامه بار بار کتاب من را پاره کرده بود. من دبیرستان می رفتم، در خانه می خواندم، می رفتم امتحان می دادم. کتاب اول دبیرستان من در ایران اینقدر قیمت خریده بودم چون نبود، تمام شده بود وقتی من ثبت نام کردم. کتابای مرا گرفت، استاد شد، دانه دانه تیکه کردن داخت، تیکه کردن داخت سطل آشغال. بعد دلش جمع نشد، همه را در بوجی کرد، در خورجین موتورش گفت من میبرم مندازم در آشغالی دور که دوباره این نخانه باز کنم. بعد از یک هفته من از پیش از این میرفتم، کتابایم گم شدن. نمیگفتم شوهرم پاره کردم. من سواد و قسم یاد گرفتم، مرد افغان، دختر افغان. کسی نمیتونه جلو کسی رو بگیره. سعی بکنین در پیشرفت خودتان فکر کنین. اگر شویتان مثل این نامرد دیوانه لوچک بگویم، توتله بگویم، هرچی بگویم، مثل این بود، مثل ما بگریزین، بگریزین، فرار کنین، بالاخره میرسین. دمی سن و سال هم که بگریزین براتان بسیار خوب هستم. من سال 2008 حساب کنین از پیش او لوچک گریختم، از پیش او چتل مردار خور خوین تا حالی را آزاد هستم. گپ زدیم، صدا بلند کردیم، یاد دادیم. تا زمانی که من در یوتیوب نامده بودم، من در مکتب با هر کسی بودم یاد میدادم، کالج با هر کسی بودم یاد میدادم. تو نکو، چرا تو میکنی؟ بعد خیلی ها میگفتن خب چیکار کنیم، شوی ما هستم و هسته که هستم. زنی را دیدم در همی سال دوم بود من در مکتب برای زبان میرفتم یاد بگیرم، که ماه رمضان بود، وضعیتش خیلی خراب، حامله. میگفت زودتر خلاص شو که من برم برای یور و شوهرم نان جور کنم. بعد برش گفتم با این حال تو میری نان جور میکنی؟ گفت آه. خب کی جور کنم؟ گفتم شوهرت بگو، خود تو بسیار گرنگ هستی. گفت تو افغان نیستی؟ گفتم هستم. گفت مرد افغان میشه بگویی که نان جور مجار نمیکنه تو جور کو؟ گفتم اینجا امریکا هست. گفت باشه امریکا، بازم نمیشه، جنگ میکنم، میزنه دو میزنم. و خدا هفته دیگهش خبر شدم که از بس که این زن پیاده میامده میرفته و در خانه در سرش فشار بوده، بچهش در شکمش مرده بوده، مرده در دنیا آمده در امریکا. و رجای نکنین این کارم و خدا هیچ کسی کوله تانه بالا نمیندازه که فلانی تو بسیار زن خوب بودی، بیای اینیام جایزه تو، اینیام توفیه تو، مدال تو. مدال کسی براتان نمیده. از افغان طایفه مدال طلب نکنین. خدا اینم تو فرش عوار کرده بندازی، نام تو زن است، تو سیاسر هستی. اونم که یه اگه مشوی اولت باشه، اگه شوی دوم کرده باشه، خب پیش تو نگوی از ترس بیرون بره طلاقی میگه، پیش مادرش بشینه بیوه میگه، پیش خواهرش بشینه کندگی یا گریختگی میگه. اینا رو من میشناسم. امروز دلم دوباره درد کرد و این همه را برتان گفتم. برای چی؟ هنوزم که هنوز مکتب باز است و مردای افغانستان برودشان ریششان شانه میکنه و ها میتانم یک دو زن دیگر هم بگیرم. مرد 50 ساله زن نگی، بی غیرت، بی ننگ. ببین چهار تایتان یک جای شوین، برین سله تان در زمین بزنین که چرا مکتب باز نمیشن. اگر مرد هستی، اگر افغان هستی، میخوای کشور دوباره آباد شوه، اگر نمیخوای کشور دوباره دربدر و رسوا شوه، خاک به سرتان شوه، بیکار و علاف مردم شوین،
از طالبا اطاعت کنین، خوشحال باشین که مکتبا بسته است و زنا در خانه است. و سلام، و همینجا کلام ما دیگه تمام، میریم طرف داستان. خب عزیزان دل، میبخشید من این قسمتی که گپ میزنم فقط به خاطر ازی است که براتون بگویم، بر مردای افغان بگویم. شما خیال نکنین کسی نمیفهمه، اینی خیال کنین که شما اینقدر در بدر و رسوا کشیدین به خاطر نام کشیدن بودم، نام کشیدین. میریم سر داستانی زن افغان که 63 ساله هست و در اروپا زندگی میکنه. ببینین چه سختی هایی را کشیده، چه روزایی را کشیده و هنوزم که هنوز است چی میکشه. بر من داستان شروان کرده. سلام خواهر سارا، امیدوار هستم خوب و خوش باشی. خواهر افغان هستم، در اروپا زندگی میکنم، 63 سالم هست و از جنوب افغانستان، در جنوب افغانستان به دنیا آمدیم، ولی کلان شده مزار شریف هستم. در مزار شریف کلان شدیم. ما که از جنوب افغانستان آمدیم در مزار شریف، ما وقت 4-5 ساله بودیم، یادم نمیاد، که پدرم صاحب منصب بوده. ما کل پدر و پدر کلان ما همهشان صاحب منصب ها بودن و کلان ها بودن. وقتی که ما در مزار شریف آمده بودیم، پدرم به خاطر آمده بود که اونجا همو کارش یا همو پستش در مزار شریف انتقال داده شده بود. ما دیگه در مزار شریف ماندگار شدیم، پدرم خانه خرید و ما کلان شدیم، برادرهایم و خواهرم. من از خود 2 دانه برادر کلان داشتم. من دختر سوم بودم، از بچه سوم خانواده بودم. مادرم 7 اولاد کرده بود، 4 بچه و 3 دختر. ما 3 تا خواهر بودیم که کلانش من بودم. من 13 سالم شده بود، بسیار برم خواستگار می آمد در مزار شریف، چی قوم چی بیگانه بر ما می آمد که دخترتانه بودی. چون یک دختر بسیار مقبول و زیبا بودم، درسم خوانده بودم، سوادم داشتم، میخواستم وارد دانشگاه یا پوهنتون شوم و دکتر شوم در آینده، ولی فامیلم نماندن. مرا در همون 13 سالگی در مردی آرسی مرا کرد که از ما کلان بود. از ما کلان بود تقریبا 12 سال یا 13 سال. مردی بود که او هم در همون مقامی بود که ما بودم، پدر او هم صاحب منصب بود. ما دوتای ما از خانواده های بسیار پیسدار و کلانا بودیم. خب خواهر سارا، درد من از این است که وقتی پدرم مرا دشوی داد، من خیلی راضی نبودم، چون میخواستم دکتر شوم. هرچی گفتم پدر من درس میخواییم بخوانم، گفت بچه یک دختر باید اولاد کلان کنه، یک دختر باید زنی خانه باشه، مادر خوب باشه، درس میخوایی چی کنی؟ شوهرت پیسدار از کار میکنه دیگه، میکنه تو مطور در کسی میتونم که احتیاج نداشته باشه که فردا تو بری کار کنی، درس بر چی میخوانی؟ درس مردم بری کار میخوانه. ولی من قبول نمیکردم. من آرزو داشتم درس بخوانم و دکتر شوم. خب نشد. خواهر سارا، من ردشوی دادن در این مردکه. این مردکه یک مرد عیاش بود. خب پدرش بسیار پیسدار بود. اینا محافلای میگرفتن بین خود مردانه که در اونجا زنا را دعوت میکردن، زنای خراب، زنایی که بر اینا رقص کنه، زنایی که با اینا بخوابه. و خب این بسیار در سر من بد میخورد. میگفتم ببین فامیلم با ما چی کار کرد. همیشه شکایت داشتم. پدرم میگفت بچه‌م زندگی چطوره؟ میگفتم خوبه پدر، در درس خواندن نماندین مرا، مرا دشوی دادین. خب من در خانه اینا 15 ساله بودم، بچه اولم در دنیا آمد و بسیار جشن کلان گرفت. خواهر سارا، اختیاری هیچ چیز هم در خانه نداشتم. طلا بسیار داشتم، ولی همه تحت نظر خوشویم بود. کالای آنچنانی می پوشیدم، برای من می خریدن. ولی من همیشه در این فکر بودم که چرا در خواستم نرسیدم. من می خواستم دکتر شوم. کسی مرا قبول نداشت، کسی مرا قبول نکرد، اینی کسی مرا نفهمید، درک نکرد، چون یک دختر افغان بودم. خواهر سارا، خواستم درد دل بکنم برات، خواستم داستان زندگی ما برات بفرستم. اینا که شوا دخترها یا زنها را می آوردن خانه، اینا بسیار کلان بود و من بسیار
رنج می بردم. می گفتم یعنی چی؟ یک دختر داشوی می تن. من در این خانه خواستم و اینا خوشگذرانی می کنم. هر کدامشان برای خودشان دوست دختر داشتم. دوست دختری که می آوردن در خانه از او استفاده می کرد. و هیچ کدام اینا حتی خسر من. خوشوی من انباغ داشت. انباغش بسیار جوان بود و دستری از او اینا دختر می آوردن. ما کم کم بچه‌ام که در دنیا آمد شروع کردم در گپ زدن که چرا کار میکنی و چرا در سر من لد و کوب من شروع شد. بار بار من را زدن سیاه و کبود کردن. وقتی میرفتم پیش مادرم، مادرم میگفت خب در جوابش گپ میزنی بچه‌ام، زبان اگر نکنی هیچ کسی تو رو گپ نمیزنه، زن اگر زبان کرد خب لد میخورم. زبان یعنی خفقان بگیر هیچ چیز نگو. اگر در او خانه زن آورد روبروی تو، شوهر تو با او خوابید، تو زبان نکو، زبان این گپ نزن، انگار تو کور هستی، لال هستی، گنگ هستی، هیچ چیز نگو. پس می آمدم در خانه، می آمدم و می دیدم و بعد از بدتر کم کم اولاد دومم شد دخترک. اولاد اولم بچه بود، اولاد دومم دختر. دهی جشن نگرفتن چون گفتن دختر است. خب روزگارم خواهر سارا هم قسم بود. لدا می خوردم در خانه، بعد که قهر می کردم باز لد می خوردم. کسی مرا ناز نمی داد. همو قسم که مادرم و پدرم ناز نداده بود، همو قسم مرا در خانه اینا کس ناز نمی داد. خوشوی من می زد، خسرم تکه پارش می کرد، چی جوانشه چی پیرشه کس ناز نمی داد. در اون خانه ناز هیچ نقشی نداشت که مثال بیای از دل تو بکشم. خود تو من تو را زدم به خاطر که تو اینی گناه را کرده بودی، اینی گناه را کرده بودی. این چیزا نبود خواهر سارا. هم لط میخوردیم، هم مجبور بودیم بریم کتش بخوابیم. در مرور زمان من 5 تا اولاد کردم. اولاد پنجمم در دنیا آمد که شوهرم گفت من زن میگیرم. دختری در سرم صدا زده، شوهرم هم صاحب منصب شده بود، یعنی یک مقام یک پست بسیار خوب گرفته بود بالا. دختری در سرم صدا زده، من میخواییم برو مرا شیرینی خوری کنم. اوش کده باشی ایچ چیز نمیگه چون من در خانه گپ میزدم. من میگفتم چرا کارا را میکنی، هیچ گپ نمیزنی. مادر من در سر شنباق آمد، خودش رفت در گردن انباقش زن پدر من گلوبند انداخت، انگوشتر در دستش انداخت چون پدر من بسیار دوست داشت. تو اونمو کارا بکنی. من برش گفتم خب من چی مشکل دارم که تو میری زن میکنی؟ گفت تو هیچ مشکل نداری، من زن دوست دارم. یک مرد مسلمان میتونه 7 زن بکنه در قرآن شریف آمده. برش گفتم خب اگر زن مشکل داشته باشه؟ گفت نه، پیغمبر ما هیچ زنش هیچ کدامش مشکل نداشت، ولی میرم زن دیگه میگیرم. ما هم پیسدار هستم، گوشنیت نماندیم، لوش نمانده، بیتلا نیستی، خانه داری، اولادایت هم پشت است، ولی تو اولادت کلان کو، من برای خود یک زن میگیرم. من نمیتونم شب بیم پیش تو، وشتو که تو بیدار شب و گریه بکنم و تو نتانی خوب دمه برسی. من میخوایم یک زن جوان بگیرم که من در او خانه با او راحت بخوابم، تو هم با اولادایت بخواب، اولادا از دوست و من دیگه برای خود زن میگیرم. هر کار کردم در خوبی نشد، جنگ ما غلطه دو مرا زد. مرا زد و وقتی که من دوش آمدم گفتم هر کاری که بکنم نمیشم، این کارشو میکنم. آورد بر من طلا خریده پیش ممان، گفت اینی را در گردنش مندازی یا منگوشتر است در دستش میتی سم سهی میری، چون آرسی شو دوتل کرد. گفت چه دلت بخواید چی نخواید، آرایش میکنی یا نمیکنی، امروز باید این کارو بکنی، اگر نکنی آروسی شیرینی خوری خلاص شد و باز من میفهمم تو. نمیخواستم، دلم نمیخواست، ولی چون در خانه هیچ کسی نمیگفت که یک زن امروز در سرش زن گرفته باید ایره دلداریش بتیم، خب زن گرفته. مادرش هم میگفت خب بچه پیسه دار است، دختر در سرش صدا زده. ننوی ما میگفت خب بیادرم هستن، خب تو اولاد دار هستی نمیتونی دش برسی. راست میگم، چون در سر خود این انوی مام زن گرفته بود. اینا هیچ کدام اینا یک دانه نداشتن، دو تا سه تا چهار تا زن داشتن. ولی من هر کاری که میکردم از دل یا نه از قلب اینا را قبول نمیتونستم.
خب خلاصه شیرینی خوری شد و همون کارا را کردم و خانه آمدم و اینا. بعد از یک چند ماه عروسی کردن و عروس آوردن به خانه، ای بر من گفته بود من او را دوا میتم که او اولاد نکنم، به خاطر من او را فقط برای خو کردن گرفتم و برای امو چی میگم خوشگذرانی. ولی او سر سال ماشالله دوگانگی کرد. وقتی او دوگانگی کرد، او که وقت حامله شد، من برش گفتم تو گفته بودی من ایر دوام میتم. گفت خب نتانستم تا فرصت نبود وقتی حامله شد. وقتی او دوگانگی کرد، او شد مثل من و استاد شد وسط دوتای ما که من زنی سه اومه میگیرم، چون این دوگانگی داره یا پایین دانه من نمیتانم برم خوشگذرانی کنم. بعد این زنی که در سر من گرفته بود از قوم خودشان نبودن، دختری بود که با اینا کار کرده بود و دختری بود که در سر صدا زده بود. استاد شد گفته اگه در سر من زن بگیری من طلاق میگیرم. گفته طلاق در دین و آیین ما رسم نیست، با گلوله میزنم تیکه تیکه میکنم. گفت تیکه تیکه میکنی من طلاق میگیرم، ولی اگه بفهمم زن گرفته، روزی که مرا گرفتی یک بار نزدی بر من، گفتی که او زن من در من نمیرسم، من تو را فقط برازی میگیرم که تو در من برسی و تو زیاد مقبول هستی و من عاشق تو هستم. چون عاشق او من نبودم، او را پدر مادرم برم گرفتم. گفتی حالا میگی که این دوگانگی کرده در من نمیرسم؟ دوگانگی را مگه از خانه بابه ما آوردیم؟ میگه زبان من اگه این قبول زبان او اینی قبول اینی قبول اتو گبا زده تو لدم خورد که خون و خون پور دویده رفت طرف پولیس استیشن یا طرف امو حوزه. پولیس آمدن و اینا دادگاهی شدن و دختر در خانه بابش بود و دو دانه دوگانگی را خانه بابش نمانده بود، پیش اینا بود و او رو پیش من انداخته بود، شده بود هفت اولاد و اینا در کش بودن. یک و نیم سال دختر کش کرد اینا را، طلاق شگرد، اولادا ماند پیش من. و من چی بودم؟ من در او خانه، چون پدر من میگفت ما رسم نداریم طلاق بگیریم، مادر ما میگفت ما از جنوب افغانستان هستیم طلاق در ما رسم نیست، ولی من سوختم و ساختم، دو تا اولاد از او رو کلان کردم، پنج تا از خودم. بچه مجده ساله شد، اینا شروع کردن که برای زن میگیری. بچه می چیزا نمیفهمید. من برای بچه میگفتم بچه می زن میخوای چی کار کنی؟ پدر تو ببین. بالاخره در اون زن گرفتن و بچه را گرفتار کردن و بچه من بود یک کلنگی بابش. خب خلاصه خواهر سارا دختر مدشوی دادن و دختر دیگه مدشوی دادن و پنج اولاد از خود من، دو دانه وزی از هفت اولاد، سه دانه را اینا عروس کردن و روان کرد، چهار داده پیش من. ای دوتا از انباقم که بود، دو دانه دوگانگی و شیر می دادم بر از اینا، اینا را کلان کردم، ولی زیادتر شد خوشویم ده بوده می گیره، خوشویم اینا را تا اولا می کرد که، ولی پیش من بود، پیش اولادایم. خواستم که طلاق نمی تانم بگیرم از اینا، ولی یک رقم کینه در دلم جای گرفته بود، یک رقم کینه در دلم جای گرفته بود، هر کاری می کردم این مردکه را نمی تانستم ببخشم. مردک از زنش طلاق گرفت و بعد از دو سال استاد شد که من زن میگیرم. پیرم شده بود، یعنی نیک یک مرد جوان باشم، یک بچه جوان، من زن میگیرم. چون عادت داشتی با هر کس و ناکس بخوابم، این رو بسته فامیلش میفهمه. این ثمره ای زندگی بابش بود که مثل خودش اولادش کلان کرده بود و مادری که در دنیا نگفته بود که زنه چرا میاری در خانه، چرا بچه‌م زنای خراب میاری در خانه، نگفته بود. این ثمره اینا بود. استاد شد که من زن میگیرم و مادرش برش گفت خب بچه‌م بگی کی را حالا خوش کرده. مردکه پیر شده، مادرش پایش لب گور است، گفت کی را زیر نظر کرده، دختر فلانی را. مادرش گرفت، پدرش مرده بود و با خواهرش رفتن خواستگاری و خب خلاصه او دختر خواستگاری کردن و بر من هیچ فرقی نداشت دیگه، همه چیز بر من مثل یک
عادی بود همه چیز، مثل که یک نانی خوردن، صبح صبحانه میخوری، چاشتم نانی چاشتم میخوری، شبم نانی شب میخوری، یه چیزی عادی شده بود. در نظرم میگفتم خب میکنن کارش، حالا تو خود دست رویت بزن، دخترت قد میکشه در شوی میده، بچهت قد میکشه در زن میده، تو میمانی و همی خانه و همی زندگی که هیچ خوش نداری. خب خواهر سارا وقتی که اینا زن سوم گرفتن، دومی را در سر ما گرفتن، من دیگه گفتم من تمام سال نوکر اینا هستم. پدر نمره کمک میکنه، نی برادر کمک میکنه. یک روزی که خون و خون پر خانه برای مادرم رفته بودم، برادرم برای من گفت که برای چی اومدی؟ منظور چی هستم؟ یعنی من زنم رو بزنم، زن سر شکسته خون و خون پر دویده خانه بابش برو بعد من رو ببخشم؟ چرا میای این کارا رو میکنی؟ اگه منظور دی هسته که ما طلاق تا بگیریم، مگه که یاروزو رو در گور ببری؟ من دیگه دلم از چهار طرف جمع بود که کسی کمکم نمیکنه. و من تصمیم گرفتم که از خانه بگریزم. بگریزم چطور بگریزم؟ از دست یه گورگایی که گرگ هستن، در هر جایی سر من حمله کنه تیکه پاره میکنه. مزار شریف مردم بسیار آزاد بودن. اینا هم آزاد بودن. اینا چادر سر نمی کردن در خانه وقت بیرون می رفتن. ولی کم کم که پسانا چادر رو سر می کردن، مقصد نه و ایجابه. در خانه اینا کسی نماز نمی فهمید، روزه رو نمی فهمید. در خانه اینا کسی زکات و پیتریه و اینا رو کسی نمی فهمید. چون همه غرق خودشان بودن. شراب مثل او خورده می شد در مردا، ولی زنا نمی خورد تا در کدام محفل نمی رفتن. مادرشان میخورد تا روزی که زنده بود، مبودوم کدشانو میخورد. آروسایشان نمیتونستن بخورن، اجازه نداشتن، یا بعضی نمیخوردن یا اجازه نداشتن. خب خواهر سارا خواستم بگریزم. چطور بگریزم؟ خدایا کمکم کن، خدایا کمکم کن. یک بچگک و یک دخترک در پیشم است و سه دانه اینا را خو فروختن و دشوی دادن، خورد خورد و روزگارم ندارم. دیگه دلم، نصف دلم در افغانستان در مزار شریف، نصف دیگه هم که باید خود نجات بدم. باید برایم در جایی که من بر از اینا ثابت کنم که یک دختر از جنوب افغانستان هم که باشه نمیتونه در سرش قصد ظلم شوه. از هر جای افغانستان باشه زن میتونه خود کمک کنه. خب خواهر سارا، من یک روز یک صبح زود که کلگی خو بودن، پیش از پیش موتر گپ زده بودم و که مره پاکستان ببرم، ما گریخته اومدم پاکستان، گریخته با اونم و دودان اولادم و دوگانگی را پیشم خوشوی میلا کردم. در بهانه ای که بریم شو پیش مادر کلانتان خو کنین، اینا را شو روان کرده بودم، اگر نه اینا کلشان یک جای خو میکردن. ما گریختم اومدم پاکستان. پاکستان اومدم در اسلام آباد، در یک جای پاکستان. خب ما پاکستان بار بار رفته بودیم، فامیلای ما در پاکستان بود، تویا میشد، من تمام شهرهای پاکستان یاد داشتم. آمدم اسلام آباد، اسلام آباد آمدم در یک جایی بسیار دور افتاده که افغانی نباشه، کسی ما را نشناسه. با اولادایم شروع کردم به زندگی کردن و تلاش کردم که ببینم من میتونم در کدام جایی برم ثبت نامی ملل متحد شم. خب بالاخره خود خواهر سارا، من 4 سال در پاکستان ماندم. در ظرف 4 سال اگر شما بگوین، من به حساب خانه علیش کردم. هر جایی که خانه علیش میکردم، میفهمیدم که مردکه آمده، میپاله مره و شهر ایلا میکردم. مثل جوگی تربی من در پشت من بود، اولادای من در کتل من، و اینا در افغانستان قمندانی میکردن. من روزهای بسیار سختی را دیدم، در حالی که پول و طلا همراه ما آورده بودم. روزهای بسیار سختی را دیدم. خب یک زن همراه دو طفل، یک بچه یک دختر، دخترم که دختر بود در سرش چادر میدادم، بچه مامم تا 4 سال در سرش چادر میدادم که کسی نفهمد تا آمده پاکستان بودم که من از افغانستان آمدیم، یا کسی نفهمد که بچه هستم. میخواستم از طریق همون چادری پود شوه، شناخته نشوه. اینا بار بار آمدن پاکستان، رفتن ایران. دخترم برام خبر میداد که مادر، اینا ایران رفتن، پاکستان آمدن، ترکیه رفتن، هند رفتن، دنبال تو بسیار میگردن، مواظب باش.
دخترم خبر داشت. بار بار پدرش رفته بودی را در قصد کشت زده بود که بگو مادرت کجاست. گفته بود نمیفهم. من خبر ندارم. و با ما زنگ میزد. گپ میزد. خب خواهر سارا بالاخره ما از پاکستان ما در اروپا ما رستل شدم. مرا در اروپا آوردن. بر من خانه دادن. جای دادن. زندگی دادن. غذا دادن، پول دادن، زندگی عالی دادن و گفته ای ما افغانا زندگی بود که من غذا را از پشت سرم پیش روی میماند و میخوردم. کسی نمیگفت تو کجایی هستی، کسی بر من نمیگفت تو از کجا آمده، کسی بر من نمیگفت تو چرا گریخته ای، تو دختر افغان هستی. هر کدامشان که مرا کدمه گب میزد گریان میکرد. خب بالاخره تا اینکه اینا خبر شدن که من در اروپا هستم و خواستن که بعد از سال دومی که من در اروپا بودم خواستن بیاین بر من مزایمت ایجاد کنن. اینا پیدا کردن خانه مرا از یک طریقی، بچه کاکایش و بچه مامایش و نمیفهم فلانش آمدن که با من رفت آمده شروع کنن. آه تو فلانی آمده، او ما تو را میشناسیم. و من میفهمیدم که اینا از کدام طریق میخوای با من خوبی کنن. من خواستم که بر از اونا اول بفهمانم که اینجا اروپا هستم. نمیتونین مرا بترسانین. مام نمیترسم. من زنی هستم که گریختم. و گریختم آمدم خدا در اروپا رساندم. شما نمیتونین مرا. خب یک جان میتونه هم خدا بگیره هم رو بندیش میتونه بگیره. بزنه بکشه مرا یا بزنین در سر من یا در پای من. ولی بالاخره من اگر روزم در سر دنیا باشه روزی من نمیمورم. من اینا را یکی دو بار که دیدم اینا را راه ندادم. برای از اونا گفتم من نمیخواییم با من رفت آمد کنیم. من نمیخواییم از خانواده شویم یا از خانواده بابیم هیچ کسی را ببینم. بازم اینا قانع نشدن و من با دولت در میان ماندم. با اون کسایی که مرا کمک کرده بود گفتم من احساس خطر کردم. میترسم اولادای مرا دوزی کرده ببرن یا یگان برشان اتفاق بیفته. اینا بر من گفتن که ما نمیتونیم تک تک افغانا را تلاشی کنیم و بگردیم که کی چی میکنه. میتونی خانه تلاش کنی، میتونی در هر جای اروپا که میخوای زندگی کنی بری، در همون شهردارش یا در همون جایی که میخوای بری اپلای کن. در همون شهردار میگم در همون جای شهرش بر تو دولت اروپا کمک میکنه و بر تو دیگه خانه میده. و من خانه معلش کردم، رفتم در یک شهر دیگه خانه معلش کردم و اینا دوباره مرا پیدا کردن. از طریقی که پیدا کردن خواهر خوانده هایی که با ما دوست شده بودن و دوست شده بودیم در اروپا، اینا از همون طریق مرا پیدا کرده بودن. افغان ها بسیار شیطان هستن، بسیار فساد هستن، بسیار پشت گپ میگردن. نمی ها از اینجا رفتن در فلانی جای. اونجا هم که یک کسی تو را ببینه میگه از کجا آمدی. اول اصلیت تو را افغان ها میپرسن که تو از کجای افغانستان هستی؟ خب از مزار شریف هستم. از کدام قوم هستی؟ هزاره هستم، پشتون هستم، تاجیک هستم، ازبک هستم. خب کجا میشیشتی؟ کجای مزار شریف؟ اونه اونجا هستم. دیگه اینه. هر کسی که ببینه آیا کرمش ناسم از مزار شریف هست، اصلیتش از جنوب افغانستان هست، اینی قصد اولاد داره، اینی قولاد دیگه شون جمانده، این اینا رو میپرسه که برای تو درد سر جور کنن. خو از هر جای افغانستان هست افغان هستم. حالا چرا میگی کوچت کجا بود؟ شماره چند بود؟ پدر تو چی نام داشت؟ برادر تو چی نام داشت؟ خود تو را چی؟ اگر یک زنی را میبینین که شویی نداره با دو تا اولاد مطمئن شین یا گریختن یا که خب نگریخته باشه که کس کس از افغانستان نمیره اروپا آمریکا. عزیزان دل ای داستان شبیه داستان تو هست، شبیه داستان تو هست، شبیه داستان من هست، شبیه داستان هر زن افغان باشم. ولی ببینید اگر کس یک زن خودش کمک نکنه هیچ کسی کمک نمیکنه. ما هیچ برادری را ندیدیم که استاد شده باشه گفته باشه نمیتونی سر خواهر من زن بگیری. چرا میخوای زن بگیری؟ چون خود او برادر او خشتک مردار خودی او میخواد زن دوم سوم بگیره. او چطور میتونه بیاد
شوهر خواهرش بگه نمیتونی زن دومو بگیری، نمیتونی زن سومو بگیری. بیخی اگر رواج شده در افغانستان که میگه خوب مرد هسته میتونه زن بگیره. آخی مردم آباد، مردم بیعقل، مردم بیخیرت، ام یک شوی دلش میشه که زنش بره یک شوی دیگه بگیره پیش رویش؟ نی نمیشه. شما میزنین اونمو شرمگاهتانم میبرین. اگه این قانون رواج شود افغانستان کلتان زن میشین. اگر یک زن بتانه بره در سر شویش یک شوی دیگه بگیره، ولی یک مرد میتونه چند تا زن بگیره؟ در این وسط باز کی دخیل میشه؟ پیغمبر اسلام گفت اگر زن دو تا شوی بکنه ممکن است او اولاد از دو تا مرد باشه. بازو تشخیص دادن نمیشه که از کدام مرد هسته. این قانون اسلام گفته خب امی از دو تا مرد باشه. همون مردی که از بچه ای که از یک مرد باشه، مثل این اینایی که در افغانستان آمده، مثل اینا ور یک مسلمان باشه، خوب بهتر است که از دو مرد باشه، یک بدین باشه، ضررش به کس نرسد. یک روز اگر سر قدرت رسید نگو که زن و دختر نمیتونه درس بخونه، چون اینا ضعیفه هستن، چون اینا سیاسر هستن. امی قدر که تقلید میکنین از دینتان که میگین، خب زیادترینی که من دفعه پیش هم گفته بودم چرا یک زن نمیتونه چهار تا شوهر کنه، چرا میره در کتابی امی مسلمانان نوشته نشده؟ بسیاری زنا هم گفته بود خب نمیشه. اینی خوب در خودتان اهمیت نمیتین. اگه این قانون شوه به خدا یک مرد نمیتونه زن دوم بگیره، چون اونمو قانونی که اینا جور کردن، قرآنی اگر از طرف خداوند آمده اول و یک ورق بودن، او را دو ورقش کردن، سه ورقش کردن، چهار ورقش کردن، تا او شده یالی مچم 300 و چند صفحه یا 600 و چند صفحه شده، او را هر کسی در او اضافه کرده به نفع خود. باز بیاین مرا در او بزنید، هر کسی در او اضافه کرده دمو نفع خود. اگر سنی بوده گفته ها سنی تو خوب، شیعه بوده گفته شیعه تو خوب، زن گرفتن گفته ها خدا گفتم، پیغمبرش گفتم، دختر ادشوی داده گفته ها سنت پیغمبر هستم، زن لد کرده گفته ها پیغمبر گفته، زنت به اجازه او خورد بزنشم. اگر ای دستر کی تطبیق شده، ای قانون، ای قرآنی که قدر برش اضافه شده، در سر کی تطبیق شده؟ در سر زنای مظلوم افغانستان. در دیگه جایی چندان نقشی نداره. ترکیه هم مسلمان است، کشورش اسلامی است. روزی 5 بار اذان میده. خورخونده دوست من آمریکایی رفته بود برای سیاحت، بر من گفت ترکیه بسیار یک کشور خوب است. به خدا گفت از دست اذان اینا گفت خو نمیری. گفتنی میشم و صبحم و چاشتم او از خواه میخیزی او گفت دیوانت میکنم. ولی اونمو کشور اسلامی کار در حجاب ندارم، کار در مکتب ندارم، اذانش هم میتم. مسلمان هستن، اسلام هستن. اونمو مردکه ترکی با هر کس ناکس خودم میزنه، اونمو هم مسلمان هستن، ولی کار در حجاب دختران ندارن، کار در حجاب زنان ندارن، چون هوشیار هستن، مغز دارن. مردکه میگه اگر من جلوی آزادی رو بگیرم، مردمی من با ما دشمن میشن. او چهار تا مسلمانی که برش از آن میتن و نوازه میگیرن و نماز میخوانن، اونا رو هم کار ندارن، اونا هم در رقم خودشان هستن، اونا در رقم خودشان پیش میرن، اونا رو کس کار ندارن. ولی مردکه بسیار روشار هستن، بسیار. هندوستان چند رقم دین هستن. من دیروز دیدم یک ویدیوی چند سال پیش اشای کماره، یک هندو هستم، هندو با مسلمان بسیار فرق داره، رفته بود در جمع مسلمان ها سینه میزد. چرا شیعه ها چرا سینه میزد؟ چون مردکه در خود فکر میکنم، میگه زیادترین اینا فیلم مرا میبینم، من این کار رو بکنم اینا زیادتر مرا بگوید که آه ببین اشای کمار آمد سینه زد، در جمع ما در آمد. ولی این کار شما مسلمان ها نمیکنین، هیچ وقتی هیچ وقتی کارا نمیکنین. آزادانه بشین استاد شو بگو من مسلمان هستم، ولی کار در دیگه دینا ندارم. میدان افغانستان من
مسیحی باشه، یهودی باشه، هندوسیک باشه، بدین باشه، بادین باشه، توی کار نمیکنی. اگر توی کار میکردی امروز توی قدر آواره و در بدر نبودی، این قدر غول نبودین، به شاخ و به دوم نبودین، کار نمیکنین. امروز ببینی در بعض جاها که میریم کلانای امریکایی، یگان جایی که همین مسلمان ها یگان مناسبت دارن صدای قرآن است. باور ندارم، اهمیت هم برش نمیدم، ولی احترام میکنم. بعضی هایتان بازو صدا را زفت میکنین و ویدیو را فورا در تک تاکتان میمانین، در فیسبوکتان، فلانی مسلمان شده، فلانی مسلمان شد، چقدر خوش میشین. او احترام میکنه به خاطر چی؟ به خاطر 4 روز بعد اگه او بخواد صندوق رای اونجا بانه، زیادترین کسا میره، مسلمان ها میره ده او رای میته که ما اونجا دیدیم ده ما احترام کرد. ولی شما این کار رو نمیکنین. اگر شما در اروپا هستید، در اروپا آمدین، شما هم اینقدر خشونت نکنین، مردم اروپا اینقدر از شما بعدشان نمیاین. در هند، در ترکیه، در پاکستان، در ایران این کارا را نکنین، مردم ازتان بعدشان نمیاین. ولی شما سعی میکنین که خود بد هستین، بدترین جلوه بتن و درک برای چی؟ دان ما بیخی کته شد، گلون ما خوش شد از بس براتان گفتم. به خدا اگر پیغمبر اسلامتان دوباره اگر پس زنده شد، اگر شما را آدم بتانه، شما مردمی هستین، گوسفندایی که در راه روان هستین که حتی نمیفهمین این راه کجا میره، آخر عاقبت این راه در کجا هست. شما او تو مردم هستین، چشمایتان بسته است، گوشایتان هم کر است، چوپانی دارین که از هر طرف، چوپانتان ایرانی، پاکستانی و خودتان فقط گوسفند. بزنین در سر و سینه‌تان، بزنین قمه، بزنین خونای مردارتان بریزین بیرون، در سرتان بزنین، در پایتان بزنین، پایلوش کربلا برین، پایلوش برین سوریه برین، مدال میتبردن پایلوش که از کربلا آمدی پس در ایران، دولت ایران تو رو که گرفت بعد تو رو دستای تا بسته میکنه، گوشنه و در بدر او طرف مرز مندازه تو رو، میگه برو افغانی، تو 20 بار کربلا برو، سوریه برو، هر جای دنیا برو، برای تو میگه افغانی. من بار بار شنیدم خیلی هایشان میگفتم این فلانی ها مسلمان نیستن. من مردم ایران رو بسیار دوست دارم، ولی شما آدم نیستین، در خانه‌ت بشی، پرده تا بکو، یک ایرانی میگریزه فرار میکنه، ترکمنستان رو ببینی پور است، ترکیه رو ببینی پور است، اینا جایی ندارن که شما آمدین در خانه ایران در آمدین در سر و سینیت میزنی. اینا چرا بر آمدن؟ اینا فهمیدن، اینا درک کردن که این چیزی که ما در راهی که ما روان هستیم غلط هستن، ما بازی خوردیم، یک مشت به سواد آمده در سر ما حاکم شدن. ولی شما آدم نمیشین، شما مردم افغانستان، شمایی که نامت افغان باشه و افغان باشه، تو آدم بشوی نیستی، خرافات ترین، بیعقل ترین، زن ستیز ترین و برده ترین در تمام جایی که هستین، در زیادتر در ایران پاکستان شما برده هستین، نمیتونی نفس بکشی، نفس بکش در سرت میزنه، پاکستان باشی سنیایش میزنه، ایران باشی هم شیعه در سرت میزنه. و سلام. خوب عزیزان دل، خواهر ما بار بار که اینا میاین و ای میگه من قبول نمیکنم، بالاخره دختر بچهش درس میخونه، خدا را شکر خودش درس شروع میکنه. ببینید زن 63 ساله امروز در اروپا نرس هستن، دخترش خواسته از افغانستان، دختر دیگه شخواسته و بچهش نخواسته. میگم بچه چرا؟ میگه چون او بچه اگه اینجا بیایه روزگار من رو خراب میکنه، اونم اونجا باشه، او هم شیشته که مادرش بخواه ایره، به خاطر که از او تن پرورایی هسته که فقط زن بازی کرده و مادرم میگه من نمیخوایم اونم. خواهر سارا چرا بخوایم؟ من خو میفهمم اینجا بیایم برای من بچه نمیشه، میشه برای من یک نگهبان. زن 63 ساله میترسه که اگر بچه‌ش بیاره اروپا
روزگارش خراب میکنه. آفرینش، من میگم خداوند همچین زنایی را قوت بده که تا بتونه اینا را آدم کنه. برش گفتم نخوا، همچین بچه ای نباید بیاید اروپا، چون یک افغان است، بیاید پس دپورت میشه، اونم تو میشی و پیسیت خرج میشه و دیگه میشی، روزگار تا بکن، خوش خوش بگرد. و فعلا 63 ساله هست، قصد دارم که ازدواج بکنم. مردی را بسیار دوست دارم و مرا دوست داره، تقریبا 2 سال است که همدیگه را میشناسیم، میخواییم ازدواج بکنم. خواهر سارا نمیشرمو، نمیترسم، نیم در قصهش هستم که مردم مرا بگوی زن 63 ساله ای افغان رفت آروسی کرد، بان دان مردم پاره شوه، و در قصهش هم نیستم. این مردم آدم نمیشن. من میخواییم آروسی بکنم و در آینده خوش باشم کتمی مرد. اولادای امروم راضی هستن، میگه مادر هر چی خودت دلت میخواه همو رو بکن. بچه ام که پیشم هست خدا را شکر بچه بعدی نیست، بچه خوب است. ولی یکم خونی افغانا در اگش هست، یکان وقتا با خواهرش جنگ میکنه. بار بار برش تذکر دادیم که اگر جنگ کنی در خانه، من تو را دیگه در خانه را نمیدم. مواظب باش، او خوی و خلق را که از او پدر و اجداد تا ارده دیگه اینجا پیش کسی او را تکرار نمیکنی. میگه از همو میترسه، یکان بارا اگر یکان جنگی کمک میکنه فوراً معذرت خواهی میکنه. خدا را شکر هزار بار. ببینید یک دختر اگر بخواه خود کمک کنه چی تو کمک میکنه. ببین یک دختر افغان، یک دختر افغان که فعلا در اروپا زندگی میکنه، در بهترین کشورم هست، زندگی خوب و خوش را داره. الهی شکر کی کمک کرده ایره؟ خودش. پدر صاحب منصب، شوهر صاحب منصب، بسته فامیل دوزای افغانستان، دوزایی که پول همه تو بیاره، کتی پارو بیاره، کتی جارو هم بور کنه، او را کسی نمیفهمه که چقدر پیسه مصرف کرد، ولی برای زن بها نمیتن. نوش جانش امروز خود کشید. خب عزیزان دل، خداوندی ها رو نگهدارتان تا برنامه آینده که بازم با شما هستم. شما رو به خداوندی پاک و یکتا میسپارم. روز و روزگارتان خوش، یادتان نره کامنت کنید و لایک کنید و نظریات خودتانه نسبت به زن ستیزا و نسبت به فامیلای افغان نوشته کنید که آیا گبی که من میزنم غلط هستن؟ البته بین شما آدم های کور زیاد است که میبینن، کورایی که دور از جان چشم داره ولی حقیقتا نمیبینن، همو دمو چیزی خودش گم است، غرقی همو زندگی خود است و بیچاره نه بیرون دیده، در اروپا هست ولی خیال میکنه که در پشت تپه پتولاخان زندگی میکنه. خوب عزیزان دل، اونا رو ما کار نداریم. شما روشن فکرا، شما آدمای آگاه که کسایی هستین، خواهرها و برادران من، دریغ نکنید، هر چی که میتونین نوشته کنین که اینا آدم شوند. البته آدم شدن افغان بسیار طول میکشن. یک افغانی که 50 ساله باشه، 60 ساله باشه، 30 ساله باشه، 40 ساله باشه، حتی 16 ساله، 17 ساله باشه، آدم شدن اینا بسیار سخت است. در افغانستان کلان شده باشه، ها در بیرون باشه فرق میکنه. در بیرون وقتی وارد مکتبای کشورهای دیگه میشه فرق میکنه، مردم میبینه، یک کمی مغز اینا باز میشه. خدا کنه که هم اولادای ما کلشان در خارج کلان شوه، در او کشور کلان نشوه، که وگرنه آدم شدن اینا بسیار سخت است. خداوند یار و مددگارتان. ویدیو بسیار دردراز شد، مرا میبخشین چون گبایی بود که باید میزدم و چیزایی بود که باید گفته میشد. عزیزان در پناه خداوندی یکتا باشید. روزتان بخیر و روزگارتان خوش.